یک روز تا ابد، قسمت 11. نویسنده لینا روزبه حیدری، گوینده داستان اجمل غفوری. سلام های گرم خود را تقدیم شما خوبان میکنم. هر جا که هستین جور و صحتمند و عافیت باشین. قبل از آغاز داستان لطف کرده چینل خودتان را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را هم فشار بدین. اگر شما نیز داستان‌های دارین و می‌خواین از طریق چینل افغانستان ژورنال برایتان دوباره نشر شوه، می‌تونین با ما شریک بسازین و ما دوباره براتان از طریق این چینل خوانده و نشر می‌کنیم. پس به آدرس afghanistanjournal@gmail.com و یا هم فیسبوک افغانستان ژورنال می‌تونین ارسال بکنین. و یک مورد را که می‌خوایم بر عزیزا شریک بسازم اویی است که بعضی دوستا پیام می‌گذارن به خاطری که باید داستان مکمل نشر شود، اما این داستان یک روز تا ابد قسمتوار است و همان گونه که بانو لینا روزبه حیدری هم به شکل قسمتوار او را در صفحهشان نشر می‌کنن، ما هم قسمت قسمت تقدیم شما می‌کنیم. برای که اگر با یک بارگی همیشه نشر بکنیم، ما یقین دارم که بر شما هم خسته کن خواهد شد و اوقدر وقت شما هم نخواهد داشتین که با یک بارگی تمام داستان یک روز تا ابد بشنوین. پس در لابلای داستان های دیگه ما قسمت به قسمت این داستان را تقدیم شما میکنیم و شما هم شنونده باشین تا ای که تا آخر داستان چی واقعات رخ خواهد داد. و یک سپاسگزاری خاص از تک تک شما خوبانه که همیشه با نظریاتتان ما را حمایت میکنین و تشویق میکنین. جهان سپاس. داستان کنونی را هم تقدیمتان میکنیم. اقدر ذوق زده بودم که شب درست خوابم نبرد و وقت چشمایم باز کردم، مادر را در حال جمع کردن جاینمازش دیدم که او را روی تاق اتاق گذاشت و بعد در حالی که زیر لب چیز میخواند به نزدیک ما و مریم آمد و او را به سمت ما چف کرد. وقتی دید که چشمای ما باز است با لبخند گفت: تو چرا قدر زود بیدار شدی؟ گفتم: کمی خنک خوردم. مادر کنارم نشست و موهای ما نوازش کرد و گفت: میدانم که هیجان زده هستی. ای کاش میتونستم با شما برم و امروز هر لحظه و هر دقیقه شاهد شادی و خوشحالیت باشم. بعد از جاش بلند شد و به سمت توشک رفت و ادامه داد: خدا کنه از این به بعد در زندگی تو مریم به جز خوشی چیز بیشتر نبیایه. این روزهای آخر عمر دیگه طاقت دیدن رنج شما را ندارم. کوشش کردم که بخوابم ولی خوابم نمی برد. ساعت تقریبا 6 صبح شده بود. رفتم و پیپ خالی روغن را که از او سطل بزرگ درست کرده بودیم آب گرفتم و در اجاق گلی گوشه حولی نهادم و چند تکه چوب را زیرش روشن کردم تا آب گرم شود. بعد با او حمام کردم و در حالی که از سردی هوا می‌لرزیدم به آشپزخانه رفتم و اجاق گازی را سریع روشن کردم تا هم چای درست کنم و هم گرم بیایم. هر فصل زمستان بر ما مثل جان کندن تدریجی سپری می شد. وقتی کسی از خارج به مادرم پول نمیفرستاد، ما ناچار می شدیم که فقط در شب بخاری اتاق را روشن کنیم، چون پول زغال و چوب نداشتیم. کاکاهای ما چند وقت بود که به ما کمک نمی کردن. مادرم جواهرات اندکی را که داشت تقریبا همه را تک تک فروخته بود تا پول او خرج ما را تامین بسازه. مادرم مجبور بود خیلی چیزها را بفروشد تا ما از گرسنگی نمیریم. دو سه قالین دستباف، دیگای میسی، حتی جواهرات نقره‌ای را که داشت تا با پول او خرچ خانه را بپردازه به این دلیل فروخت. اما هیچ وقت در مقابل ما و مریم از بی پولی شکایت نمیکرد. نمیخواست ما درس خود را رها کرده کار کنیم. وقت روماتیزم اندک اندک رمق از دستهای مادرم ربود و او دیگر نتانست تا با کار در خانه های مردم درآمد داشته باشه، ناچار شد تا به فروش اشیای منزل و جواهرات اندکی که داشت آغاز کنه. حال فقط یک انگشتر کوچک فیروزه طلا داره که من حیث یادگار پدر او را نزد خود نگه داشته و تمام داشتهش از زندگی همی انگشتر است و بس. غرق افکارم بودم که مریم به آشپزخانه آمده و گفت: هفت صبح شده، زود شو صبحانه را بیار که شاید اونا تا یک ساعت دیگه بیاین. مریم ذوق زده بود.
بار اول بود که کسی او را به بازار می برد تا لباس بخره و طوری که مادرم قیمت هر چیز را بر ما تعیین می کرد، کسی از قبل به او نگفته بود که قیمت لباس باید چقدر باشه و چقدر نه. بر ما تصور ای که بر چند ساعت یا حداقل نیم روز با صبور می تانم در بازار قدم بزنم و با او باشم، ارزش بیشتر و بالاتر از هر خرید و لباس و جواهر را داشت. ما و مریم آماده در اتاق نشسته و منتظر اونا بودیم و مادر که خوشحالی از چهرش می بارید هر چند دقیقه یک بار به سمت ما نگاه می کرد و می دانستم که با دیدن چهره شادمه از ته دل خوشحال است، با آنکه مادر می دانست که ما علاقه به لباسهای گرانبها و یا خریدن چیزهای گران قیمت ندارم، بازم به سمتم نگاه کرده و گفت: دخترم، در بازار هر چیز را که مادر صبور انتخاب کرد قبول کن. شیرنی خوری را خود اونا گرفتن و بگذار خودشان تصمیم طلا و لباس را بگیرن. تو بخیر تمام عمر پیش رو داری تا با انتخاب خود بر صبور لباس بپوشی. اما امروز اونا ای احساس را نباید پیدا کنن که دختر از خانواده فقیر هستی و ذوق زده بر لباس و خرید هستی. بعد سری به سمت مریم نگاه کرد و گفت: اگر ما بازار رفته می تانستم اصلا لازم نبود تو بری، ولی هوشت باشه که از اونا نخواهی که چیزی برات بخرن. ما پول کافی دارم و تو را فردا یا پس فردا بازار میبرم تا هر پیرهن را که بر هفته آینده میخواهی بخری. مریم به رسم اعتراض لبایش جمع کرد ولی چیزی نگفت و بسم تحویلی برا افتاد. ما از خیشتنداری و وقار مادرم خیلی چیزها را آموخته بودم. مادرم با تمام نداشته هایش هیچ وقت غرور خود را نزد هیچ کس نشکست و هیچ وقت به ما ای احساس نداد که ما کمتر از دیگر هستیم و یا چیز کم داریم. ساعت 9 صبح بود که دروازه حویلی به صدا در آمد. ای چند ساعت انتظار بر آمدن صبور برم مثل یک سال گذشت. عاجل از جایم برخواستم تا به سمت دروازه برم که مادرم گفت: تو کجا میری؟ مریم برو دروازه رو باز کن. دروازه حویلی با صدای دلخراش روی پایه ها چرخید و از کوچه صبور با مادرش داخل حویلی شدن. ما دست مادرم گرفته و با هم به سمت اونا برا افتادیم. مادر صبور که دید مادرم سری راه رفتن میتونه، با سرعت به سوی ما آمد و در حالی که همون لبخند گرم و مهربان را بر لب داشت، مادرم در آغوش کشید و بعد از سلام و احوال پرسی به سمت ما و مریم نگاه کرد و گفت: خدا کنه که زهرا جان و مریم جان آماده شده باشن. هر چی زودتر بریم بهتر است، چون قبل از تاریک شدن هوا برمیگردیم. مادرم خواست تا چای را خورده برن ولی مادر صبور وعده کرد که یک روز دیگه حتما به دیدن مادرم میآید و چایم خواد خورد. تاکسی دم دروازه ایستاده بود. صبور دست پیش روی راننده نشست و ما و مریم و مادرش در عقب. نمیدانستم چی بگویم. بار اول بود که در کنار مادر صبور نشسته و حس میکردم باید موضوعی را بر صحبت کردن با او بیافم، ولی او رشته کلام را به دست گرفت. زهرا جان، خدا کنه که فکر کرده باشی که چی طرح بر پیراهن میخوای و بر زیوراتی که باید بخریم. اگر کدام دکان به دلت به خاطر خریدن لباس و طلا در نظر داری لطفاً بگو که اوجا بریم. با خنده و اندک تکلف گفتم: نه، شما هر جایی که انتخاب کنین درست است. من نظر خاص ندارم. من زیاد علاقه به لباس و جواهرات ندارم و در موردش فکرام نکردیم. مادر صبور که متوجه نگرانی ما شد، دست ما در دستش گرفت و با مهربانی گفت: من میفهمم که دختر جدی و باهوش هستی و ای را میفهمم که لباس ساده را دوست داری، ولی این پیراهن بر یک مهمانی بزرگ است و من میخواهم که عروسم زیباترین پیراهن را بپوشه. رنگ گلابی را دوست داری؟ سری گفتم: بله، هر رنگ را که شما دوست دارین. اما ناگهان صبور سرش دور داده و به چشمایم نگاه کرد و گفت: زهرا جان به ما گفته بود رنگ آبی را دوست داره. سرم پایین افگندم و از اینکه درخواست صبور را بر پوشیدن پیرهن به رنگ آبی فراموش کرده بودم از خودم بدم آمد. به سمت مادرش نگاه کردم و بریده بریده گفتم: مادر جان، من رنگ آبی را دوست دارم. اگر رنگ آبی باشه خوب خواهد شد. مادر صبور خندید و گفت: آبیام زیباست، چرا نه، حتما. در مراسم شیرنی خوری معمولا گلابی می پوشن، ولی آبی کمرنگم زیباست. مریم که تا حال با صبر به صحبتها گوش می داد گفت: ما یک دکان بلد استم که بسیار لباسهای خوب داره. ما آهسته با آرنج به کمرش زدم و او خاموش شد.
مادر صبور سری به سمت او نگاه کرد و گفت: چرا خاموش شدی مریم جان؟ آدرس بگو که همو جا بریم. مریم با نگاه تردیدآمیز به سمت ما نام دکان به مادر صبور داد و صبور نیز سری از راننده تاکسی خواست تا ما را به او دکان برسانه. وقتی به دکان رسیدیم و از تاکسی پیاده شدیم، آیسته در گوش مریم گفتم که گفته های مادر ما بیاد داشته باش. او دکان بسیار بزرگ بود، مملو از پیرهنهای بی نهایت زیبا. مادر صبور سری دست مریم گرفت و به سمت دکان برا افتاد و ما و صبور در عقب اونا برا افتادیم. صبور آیسته با خنده گفت: گلابی شیرینیکی را میخواستی قبول کنی؟ بدون اینکه سرم بلند کنم گفتم: ببخشی یادم رفته بود، اتفاقا مام آبی را دوست دارم. صبور به سمت دستم نگاه کرد و گفت: دستت بلند کن. دستم آیسته بلند کردم و او نگاهی به انگشتر نامزدی افگند و پرسید: از او روز تا حال انگشتر از دستت کشیدی؟ آجل به او نگاه کردم و گفتم: نه، تا حال انگشتر از دستم نکشیدیم، ولی می ترسم با کار خانه مرواریدش بپره. به دروازه دکان رسیده بودیم. صبور دروازه را بر ما گشود و بعد از آن که مادرش و مریم داخل شدند گفت: مروارید انگشتر مثل محبت ما و تو است. هرچی سختی و دشواری ببینه به امو اندازه محکم و محکمتر میشه. او را از دستت هرگز بیرون نکش. میز مقابلم از پیراهن پر شده. چند پیراهن آبی و گلابی و زرد و سرخ، ولی ما به چشمای صبور نگاه میکردم. میخواستم پیراهن را که او میخواید انتخاب کنم. مادر صبور پیراهن آبی کمرنگ را که آستین نداشت انتخاب کرده و به ما گفت: زهرا جان، این پیراهن واقعا زیباست. ما به سمت صبور نگاه کردم و از نگاهش فهمیدم که از او پیراهن خوشش نامده. به سمت مادرش برگشتم و گفتم: مادر جان، آستین نداره. صبور صحبت ما قطع کرد و یک پیراهن آبی را از میان چند پیراهن که فروشنده تازه آورده بود بیرون کشید و به سمت ما افگند و گفت: زهرا جان، این پیراهن چطور است؟ مادرش قبل از او که ما چیزی بگویم گفت: کم ساده است. ما گفتم: مادر جان، ما از این پیراهن خوشم آمده، اگه اجازه شما باشه همین پیراهن را بگیریم. مادر صبور با لبخند گفت: چرا نه، پیراهن خودت میپوشی زهرا جان، و اگه خوشت آمده درست است. صبور یک پیراهن دیگر در مقابل ما گذاشت و به سمت مریم نگاه کرد و گفت: مریم جان، نظرت در مورد این پیراهن چیست؟ مریم که تا او لحظه آرام نشسته بود، سری یک پیراهن دیگر از لابلای پیراهن‌ها بیرون کشید و گفت: این پیراهن بسیار زیباست. اگه به نظر ما باشه، ما از این پیراهن خوشم آمده. ای بار مریم از ما دورتر نشسته بود و نمیتونستم با زدن آرنج به بهلویش او را از ابراز نظر باز دارم. بعد از خرید چند پیراهن از دکان به سمت دیگه بازار و خریدن طلا برا افتادیم. صبور پیراهن‌ها را در تاکسی که ما را به بازار آورده بود و حال در گوشه در انتظار ختم خرید ما توقف کرده بود گذاشت و به سمت ما آمد و گفت: دعا میکنم که خریدای دیگام اینقدر سریع شوه. مادرش با خنده گفت: صبور جان، بسیار خوشدالیستی. اگر ریحانه زن برادرت می بود تا 3 ساعت دگام پیراهن پیدا نمی کد. مادر صبور دست مریم گرفته بود و در مقابل ما راه می رفتن. ما در عقب اونا به سمت دکانای طلافروشی در حرکت بودیم که ناگهان صبور در وسط پیاده رو استاد و دور خورده با صدای بلند به پسر جوانی که از کنارش مگذشت گفت: چی گفتی؟ مادر صبور برگشت و دست صبور گرفت و گفت: بچم چی شده؟ هنوز صحبتش ختم نشده بود که او پسر با لحن تمسخرآمیز گفت: هیچ، گفتم پیاده رو بند انداختین با عاشقانه را رفتنتان. صبور خواست به سمت او پسر بره که مادرش دستش گرفته و با نگاهی جدی از او خواست که برایش ادامه بده. بعد به سمت او پسر نگاه کرده گفت: بچم، خدا کنه روز تو هم نامزاد شوی و پیاده رو را با نامزدت بند بندازی. و سری با دو دست دست صبور گرفته و به سمت ما و مریم اشاره کرد که با اونا برا بفتیم. ما تا حال صبور قدر خشمگین ندیده بودم. به سمت مریم نگاه کردم و آیسته گفتم: کار را که در دکان لباس فروشی کردی تکرار نمی کنی، وگرنه به مادرم همه چیز میگم. و بعد به دنبال صبور و مادرش راه را به سمت دکان طلافروشی ادامه دادیم. 5 دقیقه را در بر گرفت تا به دکان دلخواه مادر صبور رسیدیم، ولی طول را صبور نه به سمت من نگاه کرد و نه چیزی گفت.
مادر صبور که بار دیگه همو لبخند مهربان را بر لب داشت به من نگاه کرده گفت اگر طلاهای این دکان خوشت بیایه خریدای کلان ما خلاص میشه و میتونیم به خانه بریم. صبور سری دروازه را باز کرد و به سمت مادرش اشاره کرد تا داخل شوه و بعد مریم داخل دکان شد. صبور به من نگاه کرد و آهسته گفت زهرا مرا ببخش اگر اعصابت خراب کردم. گفتم نه مهم نبود و شما اعصاب خود بی جهت خراب کنیم. سرش پایین افگند و گفت ما هیچ وقت در زندگی به زن بی احترامی نکدیم. چی در دکان و چی در بیرون. وقتی این گونه آدم ها بی پروا به زن خواهر مادر کسی آنچه می خواین میگن خون ما به جوش می آید. و یک دلیلی که می خواهیم با خانواده به بازار بیاییم همی است. نخواستم صحبت بیشتر ادامه بدیم. داخل دکان شدم. مادر صبور و مریم مصروف دیدن سیتای طلا در عقب ویترین شیشه دکان بودن و مریم سری با انگشت آنچه را که به نظرش زیبا بود به مادر صبور نشان می داد. ویترین شیشه دکان زرگری از سیتای طلا پر بود. ولی من علاقه به خریدن طلا نداشتم. به سمت صبور برگشتم و گفتم لطفاً هر چی را دوست داری انتخاب کن. من نمی دانم کدام را انتخاب کنم. صبور که چهرهش دوباره به حالت عادی برگشته بود با تعجب گفت زهرا تو اولین زن استی که در دکان طلا فروشی استاده و علاقه به خریدن طلا نداره. مام به مذاق گفتم و تو اولین مرد استی که زن برات میگه من علاقه به طلا ندارم ولی تو میخوایی که او طلا بخره. هر دو خندیدیم و مادر صبور که صدای ما را شنید به سمت ما آمد و گفت زهرا جان همه چیز باید به علاقه تو باشه و به انتخاب تو. بیا بشی و انتخاب کن. تقریبا یک ساعت در دکان زرگری گذشت و ما با یک سیت طلا و چند چوری او دکان را نیز ترک گفتیم. بیشتر از خرید من همی لحظه های کوتاه را که با صبور در بازار را می رفتم دوست داشتم. هوا اندک تاریک شده و بازار خلوت شده بود و خوشحال بودم که دیگه مرد و یا پسر نیست که به ما چیز بگویه و باعث خشم صبور شود. مادر صبور و مریم در مقابل ما راه می رفتن و مصروف صحبت روی خریدا بودن. ولی ما و صبور در عقب اونا فقط به این فکر می کردیم که چقدر زود ما زندگی زیبایی را که در انتظارش هستیم آغاز خواد کردیم. وقت از مقابل یک موترفروشی می گذشتیم، صبور ناگهان دست مرا گرفت و مرا متوقف ساخت و بعد به سمت یک موتر اشاره کرده گفت او موتر تویتا را می بینی؟ نمی خواستم برات بگویم. ولی قبل از عروسی او را می خرم. من حیث تحفه بر هر دوی ما. و بعد با شوق معصومانه خندید ولی دست ما رها نکرد. مادر صبور و مریم از ما چند قدم بیشتر دور شده بودند. و ما هم تقلای نکردم که دست ما رها کنه. نمی خواستم دست را که دست ما در بدترین روزهای زندگی گرفته بود رها کنم. اگر دست ارزش گرفتن را داشت و ارزش ای که خودم را وقف او کنم، او دست صبور بود و بس. پایان قسمت 11.